أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بر حسب قول مشهور امروز سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام هست. من شهادت امام سجاد علیه السلام رو به محضر شما برادران خواهران محترم و فرزند مکرمش امام زمان علیه السلام تعزیت و تسلیت عرض میکنم. عرض کنم که گاهگاهی ما فرمایشاتی از امام سجاد رو که جنبه تربیتی داشت تو جلسات برای شما خوندیم، از جمله اون جمله زیبای حضرت که ویلون لمن قلبت اهداته اشراته، یا این که فرمود لا یقل العمل مع التقوا و کیف یقل ما یتقبل. یکی از نکاتی که در واقع اگه بخوایم از زاویه تربیتی نگاه بکنیم، یکی از بهترین و بیشترین معاصر و مواریث فرهنگی ما در زمینه تربیتی از امام سجاد علیه السلامه. دعای ابو حمزه سومالی یک دائره المعارف تربیتی است. مناجات خمس عشر عالی ترین آموزه های عرفانی رو در خودش جا داده که شاید نظیرش رو ما یا نداشته باشیم یا خیلی کم در عالم وجود داشته باشه. عرض کنم که کل صحیفه سجادیه نابترین معارف تعلیم و تربیتی در صحیفه وجود داره. یه زمانی شاید حدود مثلا 20 چند سال پیش بنده در یکی از در همین مؤسسه در راه حق تدریس میکردم موضوعی رو، قبل از اون به مناسبتی رفتم خدمت صحیفه سجادیه از زاویه تعلیم و تربیت که دو سه تا دعا رو بررسی کردم، دیدم یک دریایی از معارف تو این صحیفه هست که باید یه تیم قوی تشکیل بشه تا بشه نکاتی از این اخت القرآن استخراج بشه. اون رساله حقوق امام سجاد علیه السلام که حتما دوستان شنیدن، نهاد فرمایید 1400 سال پیش یه شخصی اومده 59 حقوق مشخص کرد در اقشار مختلف: حق اعضای بدن بر گردن انسان، حق خدا بر انسان، حق امام بر انسان، حق اعضای بدن چشم چه حقی بر گردن ما، اینا همش نکات تربیتی ها، حق چشم بر انسان، حق گوش، حق زبان، حق شکم، البته شکم نه، حق فرج، جز یا این اعضا و جوارح چه حقی بر گردن ما دارن، اعمال چه حقی به گردن ما داره، نماز چه حقی به گردن ما داره. هیچ کس به این شکل من ندیدم نگاه کرده باشه. عجب، پس ما بدهکار نماز هم هستیم. نماز به گردن ما حق داره، روزه به گردن ما حق داره، حج به گردن ما حق داره، قربانی به گردن ما حق داره. پدر، مادر، تک تک هم مثلا مادر حقش اینه. اول شروع کرده که مادر چقدر برای تو زحمت کشیده، بعد حقوقش رو بیان کرد. پدر، تو از وجود او هستی، هر چی داری، هر نیکی هست در خودت میبینی، باید بدونی که در واقع تو فرع اصلی هستی که پدر باشه، یعنی شاخه ای از یک درختی هستی که پدر باشه. حق برادر بگردنش، همینطور 50 گروه حق رو تعیین کرده. حالا اون مقایسه بشه با این حرفایی که تو این مؤسسات حقوق بشر رو نمیدونم این حرفا میگن، تا وقت ما پی به عظمت دین و اولیاء دین و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین ببریم. من این مقدار بسنده میکنم، اگه بخوام وارد این بحث بشم جلسه ما کلا گرفته میشه و از بحث خودمون باز میمونیم. اما توصیه بنده اینه که دوستان از این منظر، از منظر تربیت، برن خدمت صحیفه سجادیه، برن خدمت این دعاهایی که من اشاره کردم که اینا هم از امام سجاد علیه السلام هست. دعاهای هر روز که شما میخونید عالی ترین مضامین رو داره، پر اثر ترین
و بهترین دعاها همین دعاهای هر روزه که ما معمولا کسانی که دستور عمل عملی میخوان که انجام بدن، یکی از چیزهایی که میگیم همینه، میگیم دعاهای هر روز رو بخون. امروز که چهارشنبه هست، با خوندن دعای چهارشنبه شما بهترین چیزها رو صبح اول وقت از خدا خواستید. اینا مال امام سجاد علیه السلام هست، اینا از آثار امام سجاد علیه السلام هست و فراوان هست که حالا عرض کردم جلسه ما وقتش گرفته میشه، بخوام من بیشتر از این خدمتتون عرض کنم. اینها رو از این زاویه بریم خدمتشون، از زاویه تربیتی بریم نگاه بکنیم. رساله حقوق رو، حق فرزند بگردن شما چیه؟ در دنیا اگه بد تربیتش کنی، وزر و وبالش، خوب تربیتش کنی، برکات و فایده هاش همینطور. عرض کنم که خود دوستان برن خدمت این میراث های فرهنگی که از امام سجاد علیه السلام باقی مونده که خیلی هم زیاد هست. دوره امام سجاد طوری بود که حضرت بر اثر خفقان عجیب و غریبی که حاکم بود، ناچار شد که اون معارف و آموزه های ناب اسلام رو در یک قالب جدید و در یک با یک شیوه و طرح جدید بیان کنه که همین قالب دعا باشه. ظاهرش اینه که دعاست، ولی وقتی انسان دقت میکنه میبینه که نخیر، مطالب خود دعا هم همه جا اینجوریست، اما مخصوصا دعاهای صحیفه، حتی مباحث علمی هم توش هست. مباحث علم همین علوم تجربی ها. خدایا آب دشمنان ما را به وبا آلوده. اون موقع کسی نمیدونست که اصلا وبا یک عامل داره که اسمش میکروب، جای زندگیش هم تو آب. نمیدونم اگر انسان بخواد آب رو مراد نکنه، اگر نمیدونم آب آلوده باشه، انسان دچار وبا میشه. چون وبا اون زمان بود خیلی هم بیماری وحشتناکی بود و هست، الان هم هست. یعنی حتی مباحث علمی تجربی رو هم شما میتونید از لابلای دعاها پیدا بکنید. خب این به مناسبت شهادت امام، چون دوستان میگفتن که تعطیل کنیم، گفتیم خب ما باید روز شهادت امام سجاد یه ذکر از امام سجاد بکنیم، نه اینکه بخوایم تعطیل کنیم. تعطیل کردن که خدمتی نیست به امام سجاد، هنرم نیست. هنر اونه که در روز شهادت امام سجاد یه اشاره به امام سجاد شده باشه که حالا حقشو که نمیشه گفت ادا کرد، اما به هر حال به همین میزان بسنده میکنیم. بحث ما رسید به این که فرمود مال برای تو باقی نمیماند و تو هم برای مال باقی نمیمونی. پس در دعایی که از آداب دعا اینه که انسان چیزی بخواد که پایدار باشه، چیزی بخواد که اون چیز برای انسان بماند یا او برای اون چیز بماند. حالا امام مال رو اینجا بیان فرمودن، زیبایی هم همینجوره، بقیه چیز هم همینجور هست. اون زیبایی های ظاهری عرض میکنم، وگرنه زیبایی های باطنی دائمیست، زیبایی های معنوی دائمیست. سیرت زیبا همیشگیست، صورت زیبا موقت است. صورت زیبای ظاهر هیچ نیست. ای برادر سیرت زیبا بیار. صورت زیبا همیشه گیست، دوام داره، اما صورت زیبا خیر. چند سباهی عرض کردم، تازه اونم برای خود اون کسی که طرف حسابش هست دوام نداره، برای دیگران ممکنه. خیلی خوب، عرض کنم بحث بعدی که شروع میکنن در رابطه با مرگ است و استعداد مرگ و مطالبی در این زمینه. وعلم یا بنی انک انما خلقت للآخره لا للدنیا. اینجا یکی از اصول تربیت اسلامی که شاید ما قبلا اشاره کرده باشیم تو اصول تربیت اسلامی و تأکیدم کرده باشیم، توسط امام مورد اشاره واقع شد، و اون این که در نظام تربیت اسلامی حیات اخروی بر حیات دنیوی اولویت داره. یه اصله، ما اصل رو تعریف کرده بودیم، اصل تربیتی رو تعریف کرده بودیم و دربارش زیاد توضیح داده بودیم. وقتی میگیم این اصله، یعنی همه فعالیت‌های تربیتی ما باید در پرتو این اصل انجام بشه. هر جا تعارض بود بین حیات اخروی و حیات دنیوی، باید طرف حیات اخروی رو بگیریم و باید بدونیم که اگر در دنیا هم ما
تلاش هایی داریم که باید داشته باشیم، فعالیت هایی داریم که باید داشته باشیم، اینها باید در راستای اون حیات جاودانه باشه. اگر کار میکنیم، اگر تحصیل میکنیم، اگر غذا میخوریم، اگر ورزش میکنیم، هر کار میکنیم، باید اون جهتگیری کلیمون حیات اخروی باشه. این اصل از اصول مهم تربیت اسلامی است. اولویت حیات اخروی بر حیات دنیوی. این که حالا شیوه هایی که انسان به این اصل برسه که خیلی هم متعدد هست، اون یه بحث دیگه میخواد. الان مد نظر هست این که امام علیه السلام اینجا به این اصل از اصول تربیت اسلامی اشاره کرده و انگشت گذاشته روش، فرماید تو برای آخرت خلق شدی نه برای دنیا. وقتی که انسان برای دنیا خلق نشده، طبیعی است که ساز و کار وجودیش، مکانیزم وجودیش به درد دنیا نمیخوره. این خودش میتونه برهانی هم برای اثبات معاد باشه. اگر ما برای آخرت خلق شدیم، خب خیلی از ابعاد وجودی ما تو دنیا معنا نداره دیگه. چرا انسان میل به خلود داره در حالی که 50 سال 60 سال زندگی میکنه میره؟ این دنیایی که همه چیش فانیه، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، دنیایی که همه چیش فانیه، چرا انسان میل به خلود داره؟ چرا انسان میخواد جاودانه باشه؟ چرا انسان بی نهایت طلبه؟ مگر ما دیروز نگفتیم که دنیا همه چیش محدوده؟ و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. تو دنیا هر چی هست محدوده، پس چرا انسان نامحدود طلبه، بی نهایت خواهه؟ حیات دنیا جاودانه هست، این روح مجرد چه به درد میخوره؟ و وقتی انسان نگاه میکنه میبینه که ساختار وجودی انسان ساختار آخرتیه نه ساختار دنیوی. اون نظام وجودی انسان و اون عرض کنم که سازمان وجودی انسان دنیوی نیست، اخروی است. فرزندم تو برای آخرت خلق شدی نه برای دنیا. اگه این انسان فهمید که عرض کنم که مقصد اینجا نیست، اینجا یک مسافرخونه بین راهه که ما اومدیم چند شبی یا دو شبی سه شبی اینجا بمونیم و بعد حرکت کنیم بریم، اگه اینو فهمید اون وقت تو زندگیش درست حرکت میکنه. این یعنی تربیت، این حقیقت تربیت. این نداشته باشید که متاسفانه تو جامعه ما، این همه جوامع بشر اینجوری است، نسبت به آخرت و مرگ و قیامت و اینها نگاه صحیح حاکم نیست. مثلا کسی که خیلی بده، بد ریخته، نمیدونم عصبانیه، بد اخلاقه، میگه مثل اسرائیل اومد بالا سرم وایس سلام الله علیه، خیلی بیادبی سا، فرشته مقرب الهی، اسرائیل انقدر زیباست، انقدر زیباست که اگر انسان یک بار اون چهره زیبای اسرائیل علیه السلام رو ببینه میگه کاش زودتر جان میدم، کاش زودتر میامدی. عرض کنم که حالا حافظ نسبت به خدا میگه، ولی اون پیک خدا، اون فرشته خدا هم یک جلوه از جمال خدا رو داره. این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رخش ببینم و تقدیم وی کنم. همین دیدن رخ او باعث میشه که انسان جان که عزیزترین چیز هست رو تقدیم کنه. حضرت ابراهیم علی نبی نوا علی و علیه السلام به حضرت اسرائیل گفت که میخوام اون چهره که با اون چهره جان انسانهای نیک رو میگیری میخوام ببینم. گفت خیلی خوب، رو تو برگردون. روشو برگردون، گفت حالا نگاه کن. انقدر جذاب بود، انقدر زیبا بود که ابراهیم علیه السلام گفت اگر برای مؤمن هیچی نباشه، نه بهشت باشه، هیچی نباشه، فقط یک بار دیدن تو میارزه که انسان یک عمر خدا رو عبادت کنه تا یک بار فقط اسرائیل رو ببینه. یک عمر انسان شب و روز عبادت کنه که نتیجه چی بشه؟
یه بار این جمال زیبا رو فقط مشاهده بکنه. و حالا ما میگیم که مثل اسرائیل میمونه. اسرائیل مگه چیه؟ باز بدتر از این مرگ و ما چهره خیلی زشتی ازش ترسیم کردیم. از همه اینها بدتر قیامت رو و باز از همه بدتر خود خدا رو. بچه کوچک رو میخوایم بترسونیمش، از خدا میترسونیمش. خدا آدمو عذاب میکنه ها، بچه یه ساله دو ساله سه ساله هی مرتب این خدا عذابت میکنه ها. ببینید چه چهره زیبایی امیرون از خدا ترسیم کرد، چقدر خدا رو عرض کنم طوری معرفی کرد که هر کس دوستش داره، هر چی بخوای بهت میده، هر وقت بخوای باهاش صحبت میکنی، کلیدهای همه خزانه او با دعا در اختیار تو قرار گرفته. ببینید چقدر خدا رو عرض کنم که زیبا معرفی میکنه که در نظر متربی جلوه زیبا بکنه. اینا تو فرهنگ عمومی ما جاش خالیه. پدر مادر میخواد بچه تربیت کنه، از خدای لولو خورخور درست میکنه بر بچه. بله؟ اونم که بیش همین مشکله. کله، عرض کردم کلیست. آیا واقعا اینجوری است یا نه؟ آخرت زیباست، مرگ هم زیباست. نمیدونم این حرفی رو خدمتتون عرض کردم یا نه. هیچ مؤمنی نیست که هنگام احتضار مخیرش میکنن بین قبض روح و برگشتن به دنیا، و هیچ مؤمنی هم نیست که بگی من میخوام برگردم به دنیا. همه میگن هرچه سریعتر قبض روح که من برم. مرگ دل انسان رو نرم میکنه، دل انسان رو شاد میکنه. اگر غمگینی بیاد مرگ بیفت، برو تو قبرستان، برو به زیارت اهل قبور. قصه داری، همه وجودت غرق اندوهه، برو به زیارت اهل قبور شاد میشی، خوشحال میشی. خب این یه پرانتز بود که عرض کردم خدمتتون. خلاصش این شد که ما وقتی میگیم که اولویت با حیات اخرویه، منظورمون این نیست که بخوایم زندگی رو در نظر متربی تلخ کنیم، بگیم نکنه دنبال لذت باشی، نکنه دنبال خوشی باشی، نکنه دنبال زیبایی باشی. نه، دنبال غم باش، دنبال اندوه باش، دنبال مرگ و میر باش، نه این حرفا نیست، این سخن اسلام نیست. باید بهش بفهمونیم که همون که تو خیال میکنی بده خوبه، خیلی هم خوبه، خیلی بهتر از اون خوبی هایی که ما میشناسیم. همون اسرائیل علیه السلامی که شما یه چنین نظری به او داری از هر زیبایی زیباتر است، از هر اینا داره که دارم عرض کنم همش روایته، از هر پدر مهربانی مهربانتره. اسرائیل علیه السلام وقتی میاد سراغ مؤمن، مؤمن خب به جزا و فضا میفته، بهش میگه چته؟ والله من از هر پدر مهربانی به تو مهربان ترم. اینجوری باید این معارف رو باید مطرح کرد. خیلی خوب، فرزندم تو برای آخرت آفریده شدی، ساختار وجودی تو و ساختمان وجودی تو برای دنیا نیست. برای تعجب نکن که چرا تو وجود من این چیز هاست. من اگر برای دنیا خلق شدم چرا میل به خلود؟ من اگر برای دنیا خلق شدم چرا بی نهایت خواهی؟ نه، نه، خدا ما رو برای آخرت خلق کرده، ولی خود ما چی؟ اسیر دنیا میشیم. نه اینکه خدا ما رو برای دنیا خلق کرده باشه، ما میشیم ابن دنیا، اما خدا ما رو برای آخرت. یعنی ساختار وجودی ما برای آخرته، ما اینو تحریفش میکنیم، دنیویش میکنیم، ولی اصالت به همون آخرت. خب پس نکته اول این شد که یکی از اصول مهم تربیتی اینجا بیان شد و اون هم اصل اولویت حیات اخروی بر حیات دنیویست. و علم یا بنی انک انما خلقت للآخره لا للدنیا وللفنا لا للبقا. تو اگر بخوای با معیار دنیوی نگاه کنی، برای فنا خلق شدی. اینجا نداشته باشید که دو نگاه هست،
اگر نگاه ما نگاه اصیل باشه، ما برای بقا خلق شدیم، خلقتم للبقا لا للفنا. اگر نگاه ما نگاه دنیوی باشه، یعنی از زاویه دنیا، از دریچه دنیا نگاه بکنیم، خلقتم للفنا لا للبقا. اینا داشته باشید. اگر نگاه به اصالت انسان باشه، بپرسیم انسان برای چی خلق شده؟ برای اینکه نابود بشه. خیر، با مرگ پس چی میشه؟ نابود نمیشه، لباس عوض میکنه، متولد میشه، در دنیا میمیرد، در برزخ متولد میشود، رشد میکنه، ترقی میکنه، از یک حیات پایینتر به یک حیات بالاتری میره. از جمادی مردم و نامی شدم، این شعر رو یادم میاد، بار اول خوندم، از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و مردم شدم، پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم یا گم شدم. بار دیگر هم بمیرم از بشر، از ملائک هم برارم بال و پر، پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم که نا الیه راجعون. البته ما دو تا اشکال به فرمایش مولوی اون آخراش داشتیم. یکی این که میگه از حیوان، از انسانی مردم ملک شدم، گفتیم نه، از ملکی باید مرد و انسان شد. کسی انسان شد دیگه به اوج کمال رسید، از ملک بالاتر رفته، مگر اینکه منظورش جنس انسان باشه، نوع انسان ها باشه که زندگی، یعنی انسان کامل نباشه، وگرنه یعنی انسان کامل دیگه مرگی نداره. پس اشکال اول ما به جناب مولوی اینه که نباید انسان از انسانیت بمیره، انسانیت اوج کمال انسان هست. دیگه انسان وقتی به انسانیت رسید، خلیفت الله شده، دیگه مرگی نداره. بله، از فرشته خوی مردن ایب نداره، از ملکیت بمیره انسان بشه رو قبول داریم، اما از انسانیت بمیره ملک بشه اینو ما قبول نداریم. یه اشکال هم به اون نایله راجعونش که اون پس عدم گردم عدم چون ارغنون، اون حرفیست که عرفا گفتن که اون هم از نظر ما قابل مناقشه، که حالا دیگه عرض نمی کنم. ولی بقیه شعرش رو قبول داریم. انسان اولش جماده، از جمادی میمیره، نامی میشه، نبات میشه، گیاه میشه، جنین زندگی گیاهی داره، از زندگی جنینی میمیره، حیوان میشه، به دنیا میاد، تنفس میکنه، نمیدونم راه میره، کاری از این قبیل. از زندگی حیوان، چون اول انسان بالفعل حیوان است، بالقوه انسان، از این زندگی حیوانی میمیره، انسان میشه. اما اگه انسان شد دیگه چیزی کم نداره. بخوام بگیم که مردم از انسانی و مردم چیز، بار دیگر هم بمیرم از بشر، از ملائک هم برارم بالو پر، این دیگه مورد مناقشه هست. خیلی خوب، پس اگر ما اصل انسان رو در نظر بگیریم، باید بگیم خلقتم للبقا لا للفنا. اگر انسان رو از حیث دنیا در نظر بگیریم، باید بگیم خلقتم للفنا لا للبقا. نسبت به دنیا شما برای نابودی خلق شدید، برای فنا خلق شدید، نسبت به اصل خودتون خیر. خیلی خوب، خلقتم، بله، خلقت للآخره لال دنیا ولل فنا لال البقا، یعنی برای نسبت به دنیا برای نابودی خلق شدی، نه برای بقا. ولل موت لال حیات، تو برای مرگ آفریده شدی نه برای زندگی. اینا داشته باشید، همه اینها اون کلمه دنیا رو باید اضافه کنید، وگرنه درست نیست. ما برای مرگ خلق نشدیم، ما برای حیات خلق شدیم. اصلا مرگ خودش وجودی است، مرگ عدمی نیست. تو سوره مارکه ملک میگیم که هو الذی خلق الموت والحیات، اولا مرگ رو میگیم، هو الذی خلق، آفرید موت و حیات رو. پس موت وجود داره، چون عدم آفریده نمیشه. آنچه که نیست متعلق آفرینش نیست، آنچه که هست متعلق آفرینش. هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اینجا مراد حضرت در دنیاست،
نسبت به دنیا ما برای مردن خلق شدیم. اصلا حیات دنیا مرگه، اما نسبت به حیات واقعی نه خیر، انسان هرگز نمیمیره. همین نسبت به دنیا، بله همین عرف دنیا. بله بله. خب حالا مردنی هستی واقعا انسان میمیره؟ خب همین شرحشه. پس شرحی که ما بهش اضافه میکنیم چیه؟ در دنیا میمیرید، اما میمیرید یعنی چه؟ یعنی لباس عوض میکنید، قفس میشکنید و پرواز میکنید، این حقیقت مرگه. اما نسبت به دنیا نه، واقعا انسان نابود میشه، این حیات دنیوی انسان واقعا نابود میشه. پس نسبت به دنیا ما برای نابودی و مرگ خلق شدیم، نسبت به اصل انسان نه، برای جاودانگی و بقا آفریده شدیم. چی؟ فنا به معنی نابودی مطلق هست، مرگ نوعی نابودی. البته باز تو همون نظر عرفی که فرمودن ها، نه در نظر حقیقی، چون در نظر حقیقی گفتیم مرگ نابودی نیست. مرگ روایت هم زیاد داریم، امام حسین علیه السلام روز عاشورا بیانش فرمود ان الموت قنطرتون، گفت سمعت جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول ان الموت قنطرتون. اینجا یک جملات خیلی زیبای امام حسین در روز عاشورا، اولا فرمود صبرن بن الکرام، یک مقاومت مختصر میخواد، یک صبر کوچیکی میخواد بزرگ گوار زادگان. و اینی سمعت جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول ان الموت قنطرتون، مرگ پله، مرگ در واقع لباس عوض کردنه، قفس شکستنه، مرگ یک طلوع و غروب همزمانه، غروب در دنیا همزمان طلوع در برزخ. مرگ تولد است و مرگ، مرگ در دنیا تولد در برزخ. به هر حال مرگ اینه، در روایت هم فراوان این مطلب رو داریم. مراد حضرت هم فقط در دنیاست، در دنیا بله انسان میمیره، یعنی نابود میشه. چی؟ خب مراحل حساس زندگی رو میگه من با سلامتی، همون موت دیگه، روزی که انسان به دنیا میاد حساس ترین روزهای زندگیش، روزی که از دنیا میره که از حساس ترین زندگیاش، روزی هم که مبعوث میشه، از این سه مرحله رو مورد سلام و سلامتی ازش و سلام علیه یوم خلقتو و یوم عموتو و یوم ابعث حیا، سه روز سه تا فراز حساس زندگی سلام بر من باد. این حساس ترین مراحل زندگی انسان هست هر سه تاش. خب خلاصه عرض این شد که حضرت میفرماید نسبت به دنیا فانی خواهی شد، خواهی مرد، برای بقا و حیات جاودانه خلق نشدی. و انک فی قلعتن و دار بلغتن، تو در یک مسکنی هستی که زود باید از اینجا کوچ کنی، جایی که عرض کنم که به درد مسکن کردن نمیخوره، قلب معنی کندنه. تو در جایی هستی که باید از اینجا کنده بشی، یه چند سباهی مثلا اینجا باید باشی و بعد هم بری. از کنم که از آن سرد است این کاخ دلاویز که تا جا گرم شد گویند برخیز. تا بخواد جهادم گرم بشه بشه تموم شد دیگه. از آن سرد است این کاخ دلاویز
که تا جا گرم شد گویند برخیز. و میشناسن افرادی همسایه‌مون دور برامون و اواخر مثلا حالا 50 سال کمتر بیشتر سنش بود، ساختمون و خونش رو از ریشه خراب کرد دوباره ساخت. ساختمون که تموم شد او هم رفت. تا جا گرم میکنی تموم دیگه، اصلا جا گرم نمیشه. اینجا قلعه هست، جایی که دو سه روزی ساکن میشی و بعد کنده میشی. این دار بلقه هم به معنای اون کفاف روزانه هست، روزی روزانه. یه چیز خوبی است فارسی چی میگم بهش، اون چیه چیز روزانه انسان رو دست به دهن، یعنی کسی دستش به دهنش میرسه، یعنی وضعش خوبه، وضع مالیش خوبه. اما اینکه قوت روزانه رو به فرد میدن چی میگن بهش؟ نه، یه سهمیه روزانه داره که روز به روز بهش میدن، جیره بندی، جیره روزانه، روزمرگی. اینجا عرض کنم دار بلغه هست، به اندازه یک روزی روزانه بهت داده میشه، تموم. بلغه هم رسیدن، بلاغ معنی رسید. بله، اون قول اهم به معنای کندن. پس دنیا فرزندم تو در یک منزلی هستی که به درد سکونت دائم نمیخوره، به درد منزل کردن نمیخوره، باید ازش کنده بشی. و در دار بلغه هستی، در جایی که فقط به اندازه کفاف میتونی، به اندازه کفاف روزانت دیگه تموم میشه. و طریق الی الاخره، در دنیا تو در واقع تو راهی، و حماقت که انسان بخواد تو راه منزل بسازه، تو راه رو مثلا بخواد با بتون آرمه محکمش کنه، خونه تو راه رو سر پل، یه ساعت انسان میشینه خستگیش رفت میشه بلند میشه میره. در راه اگر کسی خونه ساخت، عقلا میگن دیوونه. دنیا راه آخرته و تو راه آخرت انسان نباید اونجا عرض کنم که بماند. مقام کردن در راه عاقلانه نیست و دنیا راه آخرته. چقدر زیباست این کلمات، کاش ما از منظرهای دیگه هم بهش نگاه میکردیم، فقط از منظر تربیتی نبود. و طریق الالآخره، دنیا راهی است برای آخرت. بله، از منظر کلام اگه بخوایم نگاه بکنیم، این خودش بحث مفصل میخواد. از منظر عرض کنم حالا اخلاق رو ما گاهی با تربیت قاطی میکنیم، خیلی ابا نداریم که از این که مباحث اخلاقی رو، حتی فلسفه اخلاق رو من تا حالا چند بار برای شما گفتم، اشاره نمی کنم که این یکی از نکات فلسفه اخلاق هست، اما در لابلای مباحث تربیتی میگیم. مباحث کلامی رو پرهیز دارم بنده که مباحث اعتقادی و کلامی رو قاطی مباحث تربیتی بکنم. دوستان میدونن که تخصص اصلی بنده بحث کلامی و اعتقادی این هاست، ولی همیشه اینجوری بوده، تو دانشگاه هم اینجوری بوده که وقتی که بحث تربیت رو داشتم کلا جداش می‌کردم از مباحث، هرچند کل نظام از کنم که معارفی اسلام یک نظام واحد، یک پیکر واحده، ریشش اصوله، ساقش اخلاق و تربیت، شاخهاش هم همین فروع و احکام این چیز هست، یک حقیقته. اما کسی که قول میده که من میخوام تربیت در نهج البلاغه رو بگم، دیگه نباید اصول دین رو واردش بشه، چون اگر وارد بشه خود به خود از اون بحث‌های تربیتی باز خواهد ماند. به هر حال ما از اون زوایا کمتر نگاه می‌کنیم. مگر به مناسبت مباحث اخلاقی، من راجع به مرگ و قیامت اینا که گفتم، از این نکات کلامی توش بود، اما از زاویه اون اثر اخلاقیش مطرح کردم. الان امروز من دو سه نکته کلامی گفتم، اما بیشتر توجه ما به اون رنگ و بو و سابقه اخلاقی تربیتیش بود. خیلی خوب، پس
ما دوستان تجربه شدن کسی که خودش کارشناس قضیه هست متوجه میشه چی داره میگه، کدوم بخشش کلام و کدوم بخش داره، اما ممکنه بعضی از دوستان متوجه نشن و قاطی بشه. فردا به عنوان مباحث تربیت در نهج بلاغه مباحث علمی دیگر رو قاطی بکنن. اینه که ما باید پرهیز بکنیم از اینکه وارد اون بحثا بشه. آره حق هر دو، هیچ کدوم حقش ادا نمیشه. هم کلام نیمکشون به هر حال بحث کلام برای خودش مقدماتی داره، مخصوصا کلام که خب میدونن دوستان بحث عقاید ما، عقاید اسلامی ریشه دارترین، برهانی ترین و عقلانی ترین کلام های دنیاست، مقدماتی داره، سازوکارها و ضوابطی داره. اگه بخواد انسان همه اونها رو مراعات بکنه خب بحث کلا میشه کلام. اگه مراعات نکنم تو کهشون فرمود هر دوش ضایع میشه، هم کلام ضایع میشه هم تربیت. بله عرض کنم خدمت شما که دنیا طریق آخرت است و در طریق کسی مقام نمی کند. و انک ترید الموت الذی لا ینجو منه حاربه، تو شکار مرگی هستی که هیچ فرار کننده ای از او نجات پیدا نمی کند. یه بار یک نقلی رو بنده از کلیله و دمنه خدمت دوستان ظاهرا گفته باشم، گفتم که فردی بود که از مقابل یک شتر عصبانی، یک شتر مست، که شتر وقتی عصبانی میشه هیچ چیز جلودارش نیست، از جلو این شتر فرار میکرد، نزدیک بود شتر بگیردش، یه چاهی در مقابلش بود، رفت داخل اون چاه. خب شطور اومد بالا سرش، سر چه وایستاد منتظر موند که از اون بیاد بیرون. اون یه مقداری که اونجا موند یواش یواش متوجه شد که در چه شرایطی هست. نگاه کرد دید که پاهاش روی 4 سر مار خطرناکه زیر پاشم، که هر لحظه ممکنه که نیشش بزنن و نابودش کنن. انتهای چاه رو نگاه کرد، پایین چاه رو نگاه کرد، دید یک اژدها دهن باز کرده که هر لحظه ایشون بیفته و او رو ببلعد. دستش رو نگاه کرد، دید به دو تا شاخه گرفته و دو تا موش سیاه سفید هم شروع کردن با سرعت ریشه این شاخه رو میخورن که هر لحظه کنده بشه و ایشون بیفته. تو این شرایط نگاه کرد، دید یه مقدار عسل رو خاکا ریخته، عسل خاک‌آلود کثیف هم اونجا هست. شروع کرد به خوردن اون عسل، فراموش کرد که شطور بالا سرش، اژدها اونجا منتظرش. عرض کنم که اون مارهای چهارگانه ای که پا رو سرشون گذاشته، اون موشهایی که با سرعت دارن این شاخه رو میخورن که هر لحظه دستش کنده بشه و بیفته. این در واقع دنیاست، این کل مثال دنیاست. البته حالا بر حسب اون اعتقادات طب قدیم، اون 4 مار 4 مزاج انسان هستن، گرمی و سردی و خشکی و نرمی، که الان هم یواش یواش داره تو طب جدید ما هم میاد این حرفا. قدیم خب همه طب بر اساس همین چیز بود. این امزجه 4 انسان رو مریض میکنه، یه نیش میزنه به انسان میفته میمیره. اون موشای سیاه‌سفید هم شب و روزند، شب و روز دارن چیکار میکنن؟ با سرعت ریشه عمر ما رو میخورن دیگه. وقتی که صبح شب میشه، این روز عمر امروز ما رو خورد، باز شب همینطور. اون اژدها هم کجا دهن باز کرده مرگه. عرض کنم که هر لحظه منتظره که انسان رو ببلعه، یا بگید که آخرت. و اون عرض کنم شطوری هم که در تعقیب انسان بود، فکر میکنم گفته بود ملک الموت باشه یا اون مرگ باشه و اون آخره. به هر حال این وضع دنیاست، این وضع دنیاست. من یادم میاد این حرفو مثلا حالا فرض کنید 40 سال پیش و شاید بیشتر، 45 سال پیش تو کلیه دمنه خونده بودم که به ذهنم مونده اون خاطراتش و اینها. خیلی خوب، پس ما از مقابل مرگی فرار میکنیم که هیچ فرار کننده از او نجات نخواهد یافت. سرانجام اون شاخها کنده خواهد شد
و این انسان به درون اون اجدها درون دهن اون اجدها خواهد افتاد. ولا یفوتوه طالبه، اون مرگ کسی از دستش در نمیره، هر کس رو طلب کنه از دستش در نمیره، حتما میگیردش. ولا بد انه مدرکه، ناگزیر مرگ طالب خودش رو درک خواهد کرد، هر کس رو طلب کند او رو خواهد گرفت، بهش خواهد رسید. اینجا چند تا مطلب باقی مونده که من به شکل سوال مطرح میکنم. یکی این که مراد از دنیا چیه؟ این که حضرت فرمود که تو برای آخرت خلق شدی نه برای دنیا، مگر موجودیت دنیا با وجود موجودیت آخرت فرق میکنه؟ دو تا مخلوق خداست، این کوه و زمین و دریا و آب و درخت و من و شما رو خدا خلق کرده، آخرت رو هم خدا خلق کرده، همه مخلوق رابطه‌شون با خداوند مساوی است. مخلوقات همه ممکناتن، همه مخلوقاتن، چیزی نیست که بگیم این خوب اون بده، اصلا بد نداریم، موجود بد نداریم، وجود بد نداریم، اصلا وجود سراسر خیر است. آیا میشه گفت وجود دنیا شر است؟ خیر. پس چه فرقی است بین دنیا و آخرت؟ اگر وجود دارن که دارن، هر دوشون خیرن. اگر دنیا وجود نداره که دیگه بحث نداره، چیزی که وجود نداره که دیگه بحث نداره. مراد حضرت چیه که میفرماید که تو برای آخرت خلق شدی نه برای دنیا؟ یا در همین نهج البلاغه ما فراوان داریم مذمت دنیا، یا دنیا قری غیری فانک قد طلقتک ثلاثه، ای دنیا برو دیگرانو گول بزن، من به یقین تو رو سه طلاقی کردم که بازگشتی رجوعی توش نباشه. خیلی از این حرفاتون تو نهج البلاغه داریم، این حملات حضرت به دنیا و این فرمایشات حضرت نسبت به دنیا، یعنی چون دنیا هم عرض کردم مخلوق خداست مثل سایر مخلوقات، از اونجا که مخلوق خداست فرقی نداره که بگیم این بد اون خوبه، اصلا وجود بد مطلقا وجود ندارد، هرچه هست خیر است و خیر. یه سوال که اینجا دوستان باید حتما عنایت داشته باشن که از دنیا دنیا آن، دو تا دنیا داریم، مذموم و ممدوح، اون دنیایی که حقیقت نداره اون مذمومه، دنیایی که اعتباره، صرف اعتباره. من بنا نبود خودم جواب بدم، حالا وارد جواب شدم، ببین نداردی دیگه، حالا شانستون بود. حالا دعو بندین که وقتی سوال میکنم جواب نمیدم، وقتی سوال میکنن جواب میدم، حالا سوال کردم دارم جواب هم میدم. حضرت فرمود دنیا دو نوع هست، دنیای مذموم و دنیای ممدوح. نه خب، نه اون اعتباریات رو هم اسلام معرفی کرده، اسلام مالکیت رو، ریاست رو، نه اعتباریست، مالکیت اعتباریست، هرچه هست مالکیت اعتباریست، ریاست اعتباریست، عرض کنم که پست و مقام و این چیزها حقیقت ندارن، اینا اعتباریاتن. بله نه اعتباریات دنیا هست، این دنیای مذمومن. بله اینا حقیقت ندارن، همین حرف ما اینه، اینا حقیقت ندارن و چون آخرت عالم حقه
این چیزا توش نیست. همین ملکیت اب نداره، نه اون که بحث دیگه است، در دنیا اشکال نداره، اما آیا حقیقت هم دارد؟ نه، مراد من اینه که اون دنیایی که حقیقت داره که من گفتم کوه و در و دشت، اونها مذموم نیست، اونها مخلوق خداست. اما اونایی که اعتباری است، اونایی که حقیقت نداره، اگر مذمتی هست متوجه این دنیاست. اگر انسان گرفتار مالکیت، گرفتار پست، گرفتار ریاست، اینی که انسان رو گرفتارش این دنیاست که مذمومه، وگرنه خود زمین که چه فرق می‌کنه؟ زمین مخلوق خداست. خورشید چه اشکال داره؟ چه گناهی داره؟ درخت چه کاری کرده که ما بخوایم سرزنشش بکنیم؟ بله شراب، وجود شراب بد نیست، وجود شراب به لحاظ هستی بد نیست، به لحاظ ماهیت بد است که این شراب اگر برای مثلا فرض بفرمایید تجزیه بشه از اون عرض کنم که موادی که الکل دیگه، از این الکل شما برای درمان زخم استفاده بکنید خیلی خوبه. نه وجودش همین دیگه، وجود شراب شما فرمول شیمیاییش نگاه کنید ببینید چیه، اما ماهیتش بله، اون چی که شراب رو بد میکنه به ماهیتش میشه که عدمیست، اما هستی شراب شما فرمول شراب رو که الکله با سایر الکل ها مقایسه بکنید، یه عدد کم و زیاد میشه، یه مثلا کربن کم و زیاد میشه، همونه، هستیش فرقی با سایر هستی ها نداره، از لحاظ ماهیتی که عقل انسان رو زائل میکنه. حالا همین شراب رو شما در دارو و درمان استفاده بکنید، سیل رو اگر شما کنترلش کنید، هستی سیل بد نیست، وجود سیل بد نیست، ماهیت سیلی که مشکل ایجاد میکنه. زلزله هم همینطور، که بشر بتونین انرژی عظیم رو مهار کنه، چه کارها که نمیتونه انجام بده باید. پس آنچه که هست خیر است و خیر. بعضی از مخلوقات، بعضی از موجودات به لحاظ ماهیت ممکنه که دارای شر باشن، که اون درسته و جای خودش هم. خیلی خوب، ما این بحث جمعش کنیم که ناقص نمونه. پس گفتیم دنیا دو نوع بود، دنیای مذموم و دنیای ممدوح. دنیای مذموم اون دنیایی است که جنبه اعتباری داره، اون دنیایی که جز اعتبار هیچی نیست، و در آخرت هم چنین حقیقتی ما نداریم. در آخرت نه مالکیت داریم، نه ریاست داریم، نه چیزی، اصلا این چیزا وجود نداره. دنیای ممدوح همون جاییست که مدرسه ایست که انسان توش درس میخونه، همین جا که ما الان داریم درس میخونه، همین دنیا، این ممدوحه. حتی اگه بخوایم مقایسه کنیم شاید مهمتر از آخرت هم باشه، چون اگه اینجا نبود آخرت نبود، مزرعه اگه نبود که برداشت نبود که. اگر آخرت فصل برداشت است، باید مزرعه‌ای باشد که انسان اونجا برداشت کنه. پس مزرعه رو نمیشه گفت بد، مدرسه رو نمیشه گفت بد. کی بد میشه؟ زمانی که ما فراموش کنیم که تو مدرسه ایم، اسیر اعتباریات بشیم. زمانی که فراموش کنیم که ما تو مزرعه ایم، اسیر اعتباریات بشیم. این خلاصه عرضم راجب این سوال که چرا حضرت راجب دنیا اینجا و جاهای دیگه بد گفته. اون دنیایی که حضرت بعد میگه اون دنیای اعتباری است که ماها رو اسیر خودش کرده، برای مالکیت، برای مال و ثروت چقدر به در و دیوار میزنیم، برای پست و مقام اینها چقدر به سر و کول هم میزنیم، اینه که بده، این دنیاست که بده. اما اون دنیایی که انسان توش عبادت میکنه، که مسجد اولیاء الله هست، محبت ملائکت الله هست، مدرسه شاگرد زرنگ هاست، اون که بد نیست، خیلی هم خوب. خیلی خوب، اما سوال بعدی این که حالا از همین مطالبی که عرض کردم دوستان نتیجه بگیرن، اینه که ما نگاهمون به لحاظ تربیتی به این مراحلی که اینجا مطرح شد، به دنیا، مرگ، حیات، منزل،
نسبت به اینها چی باشه. و مطلب سوم این که این فرمایشات حضرت که فرمود که مرگ چنین و چنان است، اگه بخوام یک معادل قرآنی توش پیدا بکنیم، اینا من خودم عرض میکنم خدمتتون، در قرآن در بعضی از آیات به مرگ یقین گفته میشه. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، یکی از تفسیرش اینه که تا مرگت فرا برسه. اینجا هم حضرت همین مطلب میفرماید، میفرماید مرگ یقینی است، هیچ کس از گیرش در نمیره، نمیشه از دست مرگ فرار کرد. و جالب اینه که اینی که همه قبول دارن، کافر، مؤمن، نمیدونم عامی، خاص، باسواد، همه قبول دارن که مرگ حقه، ولی خیلی هم قبول ندارن. خیلی جالبه. حضرت همین مطلب رو به عبارات مختلف بیان فرموده. این بحث بمونه، ان شاء الله تا روز شنبه یک برگردیم و یک دسته‌بندی جدیدی ازش داشته باشیم. خداوند ان شاء الله دل‌های ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این بحث ها، گفتن ها و شنیدن ها را از بهترین عبادات ما قرار بدهد. همه عبادات ما به کرمش قبول بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. در دنیا از زیارت قبور ائمه علیهم السلام، مخصوصا ائمه بقی، و در آخرت شفاعتشون ماها رو محروم نفرماید. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.